رفیق عزیزم محمدرضا شارگونی هستیم. فکر کردم که مروری داشته باشیم بر تحولات چند ماه اخیر کشورمون و تحلیلی از اوضاع سیاسی کشور داشته باشیم. رفیق محمدرضا شارگونی سلام و تشکر از اینکه بار دیگه با ما هستید. زنده باشید دارشان عزیز، قربانت برم، در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدید از خیزش دیماه شروع بکنیم، خیزشی که به شکل انفجاری سراسر کشور رو گرفت و شرایط کشور رو به گونه ای تغییر داد که واقعا در 14 دهه حکومت جمهوری اسلامی بی‌نظیر بوده. اگه اجازه بدید سوالمو اینجوری شروع کنم که یک ارزیابی کوتاه از این دوره 6 ماه گذشته از حرکت دی ماه تا به امروز ارائه بدید. مسلما خیلی مهمه اون که میگید. واقعیت اینه که در 6 ماه اخیر یک فضای جدیدی به وجود اومده است، یک انفجار بزرگ نارضایی، و توجه داشته باشیم که رویارویی صریح مردم با ارکان ایدئولوژیک و همینطور دستگاه های حکومتی، دقیق بکنیم ایدئولوژی رژیم رو میزنن و هم چیزهای دیگر رو. مثلا فکرشو بکنید که در مشهد که اینا به اصلاح ستادشون بوده، فلان بوده، شهر به قول علم الله داشت به اصلاح شهر امام رضا، از همون ساعات اول چرخش شد به طرف مرگ بر خامنه‌ای، یادتون باشه دیگه. بعد یه دفعه در 100 شهر کشور، شوخی نیست، بعضی شاید بیشتر از 100 شهر کشور و اینا، که البته میگن بعضی هم میخوان مثلا اصلاح طلبها کوچیک بکنن و فلان، میگن شهرهای کوچک بودن، نه همچین نبود و اونچون نبود و فلان و بهمان، ولی واقعیت اینه که 100 شهر همزمان 10 روز تمام مردم هر چه میخواستن گفتن علیه رژیم و ریختن خیابونها فلان بهمان. این چیز کمی نبود. مهم یکی این ابعاد ماجرا بود که این سابقه نداشت. ما قبلا شورش های بزرگی داشتیم در ایران، منتها به این صورت نبود. مسئله دیگری که هستش به نظر من خیلی مهمه، اون عبارت از اینه که این شورشی بود از پایین، مال تهیدستان، زحمتکشان، کارگران، در واقع لگدمال شده ها، اینها عیار سنگینی داشتن. نه اینکه فقط اونها بودن، واقعیت اینه که یک شورش عمومی بود. اونهایی که میگن در واقع شورش نام بود و یه مقدار قضیه رو ضایع میکنن، در واقع یه مقدار هم نه، یعنی چیز آدم تخریب میده بهشون. بعد از اون خیلی ها، از جمله خیلی از آدم هایی که در چپ همون موقع ها یا بعد از اون چیزی نوشتن، آدم خاموش شد 10 روز. ولی حالا 6 ماه به قول شما گذشته، آیا خاموش شده؟ مسلمه که حرکت با اون شکل، نمیدونم شعرهای مرتب ادامه، خب چنون اون صورت ادامه نیافته و معمولا هم اینطوری نمیشه. حرکت های علیه دیکتاتور، یه نظام دیکتاتوری اینطوری نیشه که همینطوری مثل جاده یک به اصلاح بزرگ گشاد و فلان نیست که مردم راه افتادن میرند و فلان، با مقاومت ها، سرکوب ها، بگیر و ببندار روبرو میشه و این ورونور میشه. ولی شکلها عوض شده. منتها اولا شعارها به هیچ وجه پایین نیامده، رادیکالتر شده. ثانیا لایه های مختلفی خودشون رو نشون دادن. مثلا دختران خیابان انقلاب رو در نظر بگیرید، اون کاری رو که کردن عملیات واقعا انتحاری بود. این ضمناً لااقل 36 نفر زن جوان در شهرهای مختلف کشور بیان که با هم دیگه ارتباط داشته باشن، چنین چیزی شد. این نشون میداد که یه حالت انفجاری واقعی وجود داره که زنان، مخصوصا نسل زن، جوان زنان ایرانی غیر قابل تحمل میابن قضیه رو، که حاضرن در واقع خودشون رو اصلا فدا بکنن. بعد مسئله کارگران رو ببینید، کارگران مثلا هپکو رو ببینید چه راه آهن رو بستن، کارگران فولاد اهواز رو ببینید، کارگران نمیدونم آذرآب رو ببینید، نمیدونم راه آهن چیا رو ببینید، کارگران به اصلاح حمل و نقل رو ببینید، مثلا کامیون رانان و کامیونداران اینا رو ببینید، بعد کشاورزان رو ببینید، بعد تقسیمات کشوری، مسئله آب رو ببینید و اینها. هر حوزه رو که نگاه کنید، مبارزات اون تظاهرات ضد فساد رو ببینید، یعنی اصلا
دامنه گسترده‌ای پیدا کرده و کل نظام رو، مثلا این شعاری که رو به میهن دو پشت به دشمن در نماز جمعه گفتم، بابا این مالیات داره، کسانی که اینو میگن میدونید که کارد به استخوانشون رسیده، یا کسانی که میگن دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست، میدونید یعنی چه، خیلی روشن اصلا. یا اون میگه چا سوریه رو رها کن، حال فکری به حال ما کن و اینها، یعنی مثلا خیلی روشنه سیاست خارجی رژیم، اصول ایدئولوژی که رژیم نمیدن، ولایت فقیه، اصل نظام به قول همه چی رفته سوال. به نظر من یک جنبش مشخص معطوف به سرنگونیه و سریع اوریان، و جالب اینه که تمام جناهای رژیم رو هم مردم پیچیدن گذاشتن کنار دیگه، از این سریعتر من فکر نمی کنم که یه جنبش معطوف به سرنگونی باشه، که آیا این با گفتن این یه دفعه رژیم سقوط میکنه، مسلمه که نه، رژیم دیکتاتوری میدونیم اینطوری نمیشه، که مثلا انقلاب سال 54 که 13 ماه طول کشید دقت بکنید، ولی این اتفاق میفتدی. به نظر من قطعا وضعیت عوض شده، مخصوصا مهمه که از پایین نیروی بزرگی بلند شده و همگرایی به وجود اومده بین اون رویارویی های افقی به اصطلاح مردم با رژیم، یعنی رویارویی هایی که از نظر آزادی ها رویارویی های فرهنگی و اینها هستش، و رویارویی های طبقاتی که اینا خوردند و بردند و چاپیدند، یعنی اون راندخارها و سرمایه‌دارها و فلان و اینا، یعنی اینها این دو تا گرایش بزرگ رویارویی مردم با رژیم دارن نزدیکتر میشن به این. اینا حوادثیه که در 40 سال گذشته ما نداشتیم، و جمهوری اسلامی تلاش میکرده که نذار اینها به هم دیگه نزدیک بشن. این مسئله خیلی مهمه. رفیق شالگونی، صحبتی کردید در رابطه با اینکه خیزش مردمی معطوف به سرنگونی شروع شده، اما سوالی که بلافاصله به وجود میاد اینه که آیا مردم توانایی به ثمر رسوندن این هدف رو که آغاز کردن دارن؟ ببینید، اولا که در جاهای مختلف که انقلاب میشه، واقعیت اینه که خب معمولا انقلاب از مخصوصا انقلاب رو دارم میگم، انقلاب معمولا از جامعه از اعماق بلند میشه، یعنی اون انقلاب های رنگین و فلان هم جا میگن که راه میندازند و فلان و بهمان، واقعیت اینه که اون هم اگر حالت انفجاری در جامعه وجود نداشته باشه که نمیشه، ولی اینکه آیا میشه یا نه، اینو در هر جای دیگه بحث نظری باشه، در ایران یک بحث تجربیه. ما 40 سال پیش یه انقلاب کردیم و رژیم جمهوری اسلامی برخلاف رژیم شاه، دقت بکنید، رژیم شاه اصلا دشمن خارجی نداشت، قدرت‌های بزرگ مثلا شوروی رو در نظر، چین رو در نظر بگیرید، حتی مثلا کوبا، مثلا با ایران مثلا مسئله نداشتن، یعنی همه با شاه می‌خواستن به اسلام نزدیک بشن و فلان، یا لااقل روابطی داشته باشن و اینا. خب مردم ایران تنها انقلاب کردن دیگه، ما کردیم یا نکردیم؟ مردم ایران کردن دیگه. چطور کردن؟ انقلاب ایران هم در سال 50 نسبتاً کم خونریزی بود، کم بود، کمتر خشن بود، مقیاس توده‌ای، در مقیاس توده‌ای شرکت مردم درش جزء انقلاب‌های جونهایی که مطالعه کردم و اینها، درصد شرکت کنندگان به اصطلاح مستقیم در این اقدامات توده‌ای بیشتر بود نسبت به کل جمعیت، دقت می‌کنید؟ یعنی در مقایسه مثلا با انقلاب مثلا روسیه 1917، مثلا انقلاب فرانسه فلان، به همان که انقلاب کوبا فلان، یعنی دقت بکنید مثلا حرکتش بالا بود. اینم دلایلی داره که حالا پرداختم بهش چیز دیگری، یعنی ما این کار رو کرده ایم. چرا آدم چیزی رو که کرده نادیده بگیره؟ رژیم شاه ضمناً رژیم یک پارچه ای بود، توجه داشته باشید تا آخر بالای حرف شخص اعلی حضرت چیزی نمیشد گفت، یعنی اونطوری هر چرچیگری نبود، اینجا هر کس یه چیزی میشه فلان به ما، دلیلی نداره مردم نتونن بندازن، هیچ رژیمی نیست که مردم نتونن اونو بندازن، خشنترین دیکتاتوری ها رو مردم میتونن بندازن. در ایران هم توجه داشته باشید در 40 سال گذشته مردم رویارویی ها به اصطلاح پرخاشگری ها اعتراضات مردم هرگز قطع نشده برخلاف دوره شاه، این رو هم بعد میشه سر جای خودش صحبت کرد. بنابراین که
دلیل نداره این کار بشه. کسانی که میگن نمیشه باید ادعا بکنن. حالا که عواقب این که دیگران کمک بکنن چطوری کمک میکنن اون بحث دیگری. حالا ما مسلمه که ما میتونیم، مسلمه مردم ایران میتونن، حالا هم خیلی هوشیارترن، حالا آگاهترن. مثلا فکرشو میکنه اون موقع تحصیل کردگان ایران چقدر بودن، تحصیلات دانشگاهی اصلا قابل مقایسه نیست با این دور. من از این زاویه میگم که جمهوری اسلامی برخلاف رژیم شاه که در اون دوره ابتدایی به اصطلاح بعد از کودتای 28 مرداد خب سرکوب های رو انجام داد و بعد از اون روی هم رفته، مبارزات اونچنانی که شما هم بهش اشاره کردید که دائما مثلا از طرف مردم به چالش کشیده بشه رژیم سلطنتی پهلوی، همچین چیزی رو نمیدیم. ولی جمهوری اسلامی از همون ابتدای قضیه با نارضایتی های مردمی روبرو بود و به همین دلیل هم شاهد هستیم که دستگاه سرکوب خیلی گسترده رو به اصطلاح ایجاد کرده و تجربه در حقیقت زیادی هم داره در زمینه سرکوب جنبش آورد. من جمله همین جنبش دیماه رو خب خیلی ها اعلام کردن که موفق شدن یه جوری بخوابونن با گرفتن عده‌ای و کشتن خودکشاندن عده‌ای و غیر ذلك. از این زاویه فکر کنید با توجه به این گستردگی در حقیقت تجربه سرکوب در جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب چه مقداری این تعیین کننده است در مانع ایجاد کردن برای اون جنبش رو به سرنگونی که صحبتشو کردید؟ ببینید یک چیزی که وجود داره، همیشه جنبش توده ای از حد معین جلوتر بره معمولا شکاف در حکومت اتفاق میفته و شکاف در حکومت جمهوری اسلامی از اول وجود داشته، حالا فراختر شده و گشادتر شده. نکته دوم اینه که این رژیم اصلا نهادهای موازی متناقض داره به دلایلی که حالا وقتمون شاید اجازه نده اینو میشه صحبت کرد و چیز کرد. و مثلا ارتش و سپاه رو در نظر بگیرید، یا مثلا همین بسیج در این سرکوب ها از بسیج خیلی استفاده میکنه. بسیج یه تیغ دولبه، دقت بکنید. بسیج آدم هایی هستن که بین مردم شناخته شدن، خانواده هاشون فلانشون. وقتی که حرکت جلوتر بره تصادفا بسیج فرو میریزه احتمالا، دقت بکنید. یا مثلا ارتش روی مثلا انقلاب سال 57، قیام بهمن 57 چطور اتفاق افتاد؟ اون همافرها و نمیدونم گارد شاهنشاهی و فلان درگیر شدن دیگه فلان. این درگیری ها اصلا بلافاصله ممکن اتفاق بیفته. در ارتش فرزند ناتنی رژیم، این رژیم سپاه مثلا در واقع تاج سرشه دیگه. خب معلومه که این در لحظه های بحرانی شکاف میفته این مردم. مثلا بسیج اگر اتفاقی که مردم فشار زیاد بیارن بسیج فرو میریزه. دیدید که یه بعضی از چیزهای منابع سپاه به ما گفتن دیگه، بعضی ها تکذیب کردن بعضی ها تایید کردن و فلان، که گفتن یک سوم بسیج فرو ریخته در همین ماه حرکت های دیما. این چیز کمی نیست، دقت باید کرد بهش. بنابراین که این احتمال این که این درش فرو بریزه بیشتره. درسته که این سرکوب ها داره، سرکوب هاش هم پیچیده تره فلانه، ولی یادمون باشه که رژیم شاه چیز به اصطلاح چیزش محکمتر بود. این خودش رو در واقع در رویارویی های بسیار گسترده تری با مردم قرار داده. یا توجه داشته باشیم که در جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب سیاسی سرکوب مدنی وجود داره و بنابراین مردم رو به سرعت برمی انگیزونه. اقتصاد فرو ریخته. رژیم شاه توجه داشته باشیم 10 سال قبل از انقلاب ایران در سال 57 بالاترین رشدها رو ایران در بین کشورهای جهان سوم داشته احتمالا. دقت بکنید اصلا آمار و فلانش هست، یالا خیلی مطالعه شده. در 10 سال تا 20 سال گذشته جمهوری اسلامی چقدر رشد داشته اقتصادش؟ در کل 40 سال گذشته میگن که میانگین رشد اقتصاد ایران تولید ناخالص داخلی زیر 2.5% بوده. و بعد اون فسادهای گسترده و وحشتناک نمیدونم حق‌خوری ها و فلان اینا خب معلومه دیگه. یعنی به منظور اینه که اون چیزی که رژیم رو پایه هاش رو فرو میتاشونه همه چیز حاضره در این ما. من دلیلی نمیبینم که اصلا جز این باشه. این سوالی که بارها تو این دوره چند ماه اخیر من شنیدم این که همیشه شما هم توی صحبتاتون چندین بار من شنیدم صحبت میکنید از
اینکه همه رژیم ها به هر حال از یک خردگرایی واقع بینانه برخوردار هستن و نسبت به منافع خودشون از یک آگاهی برخوردارن و در اون زمینه به اصطلاح در اون مسیر فعالیت میکنن. اگر چنین هست، با توجه به این گستردگی عظیم نارضایتی ها، مسئله آب، مسئله محیط زیست، مسئله مسکن، بیکاری غیر و ذلک، چطور میشه این رو توضیح داد که رژیمی که به هر حال سران حاکمیت که آدمای احمقی نیستن، چرا در کنار حالا سرکوب و فعالیت هایی که میکنن برای مهار کردن این به اصطلاح جنبش توده‌ای، چرا یه مقدار سرمایه گذاری نمیکنن برای اینکه این زمینه های نارضایتی رو برطرف بکنن؟ چگونه است که از انجام این کار سر باز میزنن یا ناتوانن؟ اینو چطور میتونید توضیح بدید؟ علل زیادی داره. من به دو تا که به نظرم خیلی برجستگی دارن اشاره میکنم که برای من جه وقتمون کم هستش. یکی علت سیاسی داره. ببینید وقتی مردم بلند میشن، وقتی رژیم در لحظه هایی بیاد عقب نشینی بکنه، ببینید رژیم فاسدی هستش، هرچرچی فلان بهمانه، اینها رو یه دفعه بیام مثلا تمام این مالخورها رو افشا کنم به اسم، میدید که بیا خب چه کار کردید، اینا کجا هستن، حالا بیا بعدا معلوم میشه اینا فامیل های خود اینا هستن و فلان بهمانه. خب اینها مردم چیزهایی میخوان از اینا، یعنی به عبارت دیگر در جایی که مردم بلند شدن، اصلاحات یا عقب نشینی معمولا فزون طلبی مردم رو شتاب میده، گسترده تر میکنه. بنابراین رژیم هایی که دیکتاتوری هستند و فاسد هستند و فلان، حتی اگر بکنن مصلحت سیاسیشون ایجاب میکنه که یه دفعه عقب نشینی نکنن که مردم جری بشن. مثلا فکرشو کنید یه حمله ای به کسی به شما میکنه، اگه خیلی بترسید دیگه اصلا جریتر میشه دیگه. در همه انقلابات این هستش. بنابراین که اصلاحات از بالا، یادمون باشه که اصلاحات از بالا هنگامی اتفاق میفته که مردم رو آرام کرده باشه، یعنی با سرکوب معمولا اتفاق. اصلاحات از پایین چیز دیگر، یا اصلاحاتی که مردم مثلا مطالباتی دارن در دوره هایی که آرام فلان رژیم هم امکانات داره، اون بحث دیگری، حتی کمک میکنه به یه خسر چیاز. لیرین یه چیزی میگه که خیلی جالبه، که میگه بعضی از اصلاحات در جهت سرنگونی رو کمک میکنه، یعنی مردم بعضشون بهتر میشه، بعد میان جلوتر و اصلا امکانات بیشتری برای مقابله دارند و برای دفاع از خودشون دارند و فلان. بعضی از اصلاح ها هست که میخواهن بعضی ها، این ناممکن هستش. این اصلاح که مثلا در این لحظه زمانش رو میخوام بگم مخصوصا ناممکن هست، چون رژیم رو میدونن، اینها هم به تجربه میدونن که چه. من یادمه که داریوش همایون یه کتابی نوشت، دیروز امروز فردا بعد از انقلاب که در خارج نوشت و فلان، اونجا یه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه شاه در زمانی که باید شل میکرد و فلان نکرد، در جایی که باید وای میستا سرکوب میکرد لازم عقب نشینی کرد. در واقع عقب نشینی هم میدونیم شاه نکرد اونطوری، یعنی ولی خیلی مثلا از اون مثلا دار شما میگفت که مثلا پارتونگی مثلا کره جنوبی، مثلا ببینیم آمریکایی‌ها حتی اون موقع اونجا پایگاه داشتند و فلان، در ایران چنین چیزی نداشتند و اونها فشار اگه میخواستن بیارن اونجا بهتر میدن، گوش نکرد اصلا سرکوب کرد و فلان اینا. یعنی حرفش این بود داری شما. حالا نمیدونم بعدن اواخر عمرش عوض کرد نظراتش یا نه، ولی این کتابیه که نوشته دیگه هنوز هستش، که حرفش اینا در لحظه ای که شما شل باید بیایید، شل نیمدید، در لحظه ای که باید سرکوب میکردید سرکوب کافی نکردید. حرف اینه. به نظر من اون نکته مهمیه. رژیم هم اینو میدونه، اینها میدونن ناخوندا فلان. مخصوصا توجه داشته باشیم که اینها کسانی هستن که خیلی هاشون در دوره‌های شدید سرکوب، کشتارهای دهه 60 و اینا فلان، این کادرهاشون بودن هستن. مردم اینها به عقب نشینی بکنند و فلان، مردم بلافاصله دادخواهی ها شروع خواهد شد و فلان. یعنی به این سادگی یقه خودشون از دست مردم نمیتونن خلاص بکنن. بنابراین من به نظرم عقب نشین نمیکنه. این از نظر سیاسی. از نظر اما یک چیزی هست که چیز ساختاریه، تناقضات ذاتی این رژیم جمهوری اسلامیه که سر جاش من بارها گفتم، ولی سر جاش بازم میشه بیشتر دقیق‌تر توضیح داد.
اون عبارت از اینه که جمهوری اسلامی متناقضه، یک کار به اصلاح فشرده ای رو که به اصلاح بخوان همه آدم ها رو به اصلاح متحد کنن دوره چیزی بچینن امکانش رو ندارن اصلا. یک حتی اینطوری نیست که خامنه ای حالا ضعیفه، از اول یادتون باشه خمینی یه چیزی میگفت بلا فاصله در مجلس در جای دیگه فلان و ما یه حرفهای دیگه میگفت. خمینی اصلا اون موقع انقلاب هنوز تازه بود، خمینی نفوذ توده‌ای داشت و فلان، زیر دومش قیچی میذاشتن دیگه یادتون باشه. حالا فکرشو بکن خامنه‌ای رو اصلا گوش نمیدن. مثلا فکرشو بکنید حالا این گفته که 3 نفر رو مأمور کرده که به اصطلاح بررسی کنن دیگه و اوضاع رو فلان رو 3 تا به اصطلاح یه هیئتی تشکیل بدن، این رو اعلام کردن دیگه که رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه اینا، و گویا گفته که منتظر این تایید من نفرستید که من نمیدونم تایید کنم بعد اجرا کنید، خودتونم اجراش رو شروع کنید اصلا، منتظر نظر من نباشید فلان. یعنی نشون میده که اوضاع خرابه دیگه. در همین هیس و پیس یه دفعه دیگرانی پیدا میشن، رحیم صفوی از چیزهای سپاه و فلان دیگه میگه که اصلا دولت نباشه شاید بهتره. فکرشو بکنید در همون موقع مثلا قاسم سلیمانی نامه می نمیدم چیز می نویسه، توییت می نویسه، پیام می نویسه به روحانی که در دستش در نور به اصلاح سوئیس هست، دستتان را میبوسم، شما اتحاد و فلان و فلان. اینا معلومه که صداهای مختلفی وجود داره دیگه. میخوام بگم که جمع کردنش هم دشواره براشون. اینا یه پدیده ای هستن که آسان نیست یعنی کاراشون رو بکنن. یعنی مثلا ملوک و طوایفی یه نوعی اینها رو بایستی توضیح بدیم که البته ببینید که یه تئوری دولت به اصلاح منسجم نداشته باشیم که بتونه ویژگی های جمهوری اسلامی رو توضیح بده نمیتونیم خیلی از مسائل رو بفهمیم. این جمهوری اسلامی یه دولت نابهنگامه، بنابراین یک دولت متمرکز فلان نمیتونه باشه، دیکتاتوری به اصطلاح فردی منسجم نیست، دیکتاتوری هست، خیلی هم خشنه، خیلی عهد بوقیه، ولی نمیتونه جمع و جور کنه خودشو و حتی هر کاری که میکنه مردم رو بیشتر برانگیخته تر میکنه. این مسئله دوم هم اینه به نظر من. از اصلاحات اقتصادی که بگذاریم، صحبت از اصلاحات سیاسی هم در همین دوره پسا دیما بارها شنیدیم، من جمله اینکه انتخابات آزاد برگزار بشه و صحبت اصلاح طلبانی هم که این رو مطرح میکنن که گاهن هم خیلی تند مطرح میکنن این رو، این است که با توجه به خطر شورش مردمی ضرورت داره که اصلاحات سیاسی رو به اصطلاح مطرح بکنیم و عملی بکنیم توی کشور. فکر میکنید که این قضیه چقدر میتونه منطقی باشه؟ چقدر جا داره این قضیه؟ آیا امکان پذیر هست؟ من ببینید به نظرم که قطعا اینطوری که ناممکن است که این چیز، یعنی با توجه به شرایط مشخص میگم، نه اینکه مثلا در آسمان هفتم صحبت کنیم، فضای بین سیارات رو معلومه که هر چیزی ممکنه، آدم نمیتونه فلان، ولی در ایران در جمهوری اسلامی این رژیم مشخص وقتی صحبت میکنیم این ناممکنه. دلیلش هم خیلی روشن هستش. واقعیت اینه که در وقتی حرکت های بزرگ شروع میشه، اون که گفتم که در جنبش شروع میشه عقب نشینی چه عواقبی داره، فرض کنیم اینها خودشون رو جمع جور کردن، که خود این فرض فرض غلطیه، به نظر من نمیتونن به راحتی جمع جور کنن. فرض کنیم این کار رو کردن، مردم این اصلاحات رو کافیه کمی انتخابات آزاد چینا میگن، انتخابات آزاد صورت بگیره، میدید چه اتفاقی میفته. انتخابات آزاد یعنی که مثلا نگن که طرف ملتزم به ولایت فقیهه یا نه، هر کس کاندیدا کرد و خودش رو به اصلاح رأی کاندیدا شد قبول بکنن، مثلا مجرم است به اصلاح جنایی نیست و فلان و ما مثلا چنین چیزی امکان بده، یا حتی در چارچوب قانون اساسی این نظارت استثوابی رو کافی وردان تقریبا روبیده میشه چیز. و این یک قانونهای مخالفت سیستماتیک در علنی به وجود میاد علیه رژیم که جمع جور کردنش خیلی خیلی مشکل هستش. معمولا در دیکتاتوری ها اینطوری، مخصوصا دیکتاتوری هایی که خیلی خشن هستند و اینا، یک انرژی سرکوب شده است، فشرده شده است، که یکی از تئوریان های انقلاب الجزایر اونها میگفت که مثل فنری که در واقع چیز شده
هم اومده فلان، کافیه که یه تکانی بخورین فنر پرت میشه، همه چیز رو میفرسته به هوا. یعنی در واقع یک در انقلاب های چیزی هست که میشون رو اصطلاحش رو من در واقع پیشنهادم اینه که مثلا یه بران که قابل تجسمی تر کنیم، بگیم قانون آونگ. آونگ آونگ دیدید دیگه، یعنی یک فشار یه طرف که مردم میکشن یه دفعه اینو شل بکنن، همه چیز قبلی رو در واقع میروبه میبره به اون طرف. به این سادگی ها نیست به جریان. من بنابراین اینه که نگمونم اصلا حتی نظارت استثبابی رو بردارند کلاهشون امامه ها بر سر دار، اصلا چه چیزی امکان ندار. در کنار این بحث، الان مدتی است که بحث براندازی در گرفته در میان جریانات سیاسی، اینا هشتک براندازم و غیره و ذاره، که اگر مقایسه بکنیم با اصلاح طلبی ظاهر رادیکالی داره، چرا که خواهان تغییر رژیم هست، اما چندان روشن نیست که کسانی که صحبت از براندازی میکنن چه نوع براندازی رو مورد نظرشون هست. دوست دارم که شما صحبت بکنید یه مقدار راجع به نوعی از سرنگونی که فکر میکنید که سوسیالیست ها میبایست به دنبالش باشن. اون جنبش مردمی معطوف به سرنگونی در حقیقت چه تفاوتی داره با انواع دیگه براندازی رژیم که میخواد که کم بکنه نقش مردم رو یا اصلا برچینه از صحنه سیاسی؟ اولا من فکر کنم خیلی ها که میگم براندازم، خب همه ایمون برانداز، من حالا همه مردم ایران براندازم، خیلی هم عالی، خوبه که براندازید، خوش اومدید فلان، خیلی عالیه. ما که ما منظورم آقایی هایون از روز اول برانداز بوده ایم انصافا. یعنی واقعیت ماجرا اینه که ما از روز اول گفتیم ما انقلاب ایران شکست خورده، در سالگرد انقلاب انقلاب مرد، زنده باد انقلاب، همین اینا چیزهایی که ما از اول گفتیم دیگه. بنابراین که از بحث براندازی خیلی عالیه، ما باید خوشحال بشیم یا ناراحت بشیم؟ باید حتما خوشحال بشیم. مثلا که من صحبت اینه دیگه، من صحبتی که داشتیم اینه که در واقع از دی ماه به این ور یک جنبش توده‌ای و سراسری معطوف به براندازی شروع شده و ابعاد توده‌ای داره. پس بنابراین که خیلی ها که اونا که میگم براندازم، خب خیلی هم عالیه، خیلی باید ازشون استقبال کرد. من تا بعضی هاشون ممکنه برانداز، چطور برانداز، من اخیرا مقاله خوندم در سایت زیتون بود، حالا اسم آقای که اینو نوشته یادم نیست، ولی عنوانش جالب بود، گفت اصلاحات شکست خورده، اصلاح طلبی شکست خورده، انقلاب از بالا لازم است. این جالبه، انقلاب از بالا، منو تعجبم برم خوندم دیدم که حواله داده یک مقاله دیگری خواهر نوشته انقلاب از بالا منظورش چیه. انقلاب از بالا نه، انقلاب از پایین. منتها مسئله ای که وجود داره عبارت از اینه که واقعیت در نظر بگیریم برای ایرانی، این نکته هم نکته در واقع نظری نیست، نه نکته تجربیه. اولا هر براندازی معلوم نیست به دموکراسی، آزادی ها، حاکمیت مردم منتهی میشه. همونطور که انقلاب سال 50 انقلاب توده ای بود، مردم هم شرکت کردن، انصافا هم قدرت های خارجی نبودن و میدونیم به اینجا رسیدیم دیگه. بنابراین علت این که حالا همه میگن براندازیم اینه که یه دفعه اون چیزی که مردم تردید داشتن، میدونید که مفهوم انقلاب و لغت انقلاب رو در واقع جمهوری اسلامی به لجن کشیده، خودش رو انقلابی میدونه دیگه. بنابراین مردم انقلاب نمیخواستن، مثلا چه چیز دیگه فکر میکردن از این طریق بهتر میتونن، مثلا یه نوعی آنتی بود. این یه دفعه فرو ریخته. یکی از اون دگرگونی های بزرگی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده اینه که در واقع اون حالتی که انقلاب خوبه یا بده فلان، اون ریخته دیگه. حالا همه میگن آبه اندازیم دیگه، هیچ کسی اینو نمیگه که نه باشه، نمیدونم صحبت کنیم و فلان و اینا. حتی بعضی ها میگن انقلاب از بالا برانداز. مسئله برانداختن برای ایرانی ها به تجربه ما دیده ایم که حتی توده مردم هم همهشون باشن، اگر اسباب و عللی رو درست نکنن، هوشیاری نداشته باشن، میتونن دیگران سواری بگیرن از مردم. به اینجا برسیم که ولایت فقیه بر برده ایمون 14 هست که سوار شده دید. اون یکی هم برای ایرانی ها که ترسش، یه ده میگن که
مردم ایران خودشون نمیتونن، دیدید که یه دانشمندان بزرگی هستن که میگن که مردم ایران تابحال نشون داد، نمیشه دیگه تابحال نمیشه، پس قدرت های خارج. اما در باره قدرت های خارجی هم یه بحث نظری نیست، تجربه داریم دیگه. رژیم صدام واقعا رژیم هولناکی بود دیگه، واقعا هم در واقع در عراق هیچ کس نفس نمیتونست بکشه، در جمهوری اسلامی بگن نارضایی فلان، مردم میتونن بیان کنم اونجا کسی که بود بنزین میریختن و آتش میزدن و منفجر میشد طرف، دقت بکنید. ولی برانداختن آمریکایی اومدن برانداختن چی شد؟ از عراق چیزی بود؟ این مسئله خوبه که براندازی مهم حیاتیه و حتی هر چه عمر رژیم بیشتر بشه وضع مردم بدتر خواهد شد. منتها چه کسی براندازه و چگونه براندازی هم مهمتر از اون. ما صحبت مهمه، باید هر چه بیشتر مردم، توده مردم بیش خودشون براندازن و دیگران مداخله نکنن. هر چه منظورم از دیگران مردمان دیگه نیست، کسانی از حقوق بشر دفاع میکنن در ایران، کسانی با همدلی میکنن با مبارزات مردم ایران، کسانی از مبارزات کارگران ایران دفاع میکنن، زنان ایران دفاع میکنن، اینها خب ما احتیاج داریم، همدلی جهانیانه. قدرت های خارجی، ترامپ، پومپئو، بنیامین نتانیاهو، نمیدونم ملک سلمان سعودی، اینها خطرناکن. اصلا اینها باعث میشه که قضیه خراب بشه. اونهایی که فکر میکنن میگن که ما خودمون نمیتونیم بندازیم پس باید برانداخت، این خطریه که امروز هست. مخصوصا توجه داشته باشیم اینو بارها یه عده‌ای در خود آمریکا نوشتم و مستندم هست، برمی کنم که تو داریش جان اصلا خودت احتمالاً چندین مقاله معتبر رو در این دوره دیدی که از زمانی که کاخ سفید در دیماه گذشته، کاخ سفید در واقع اومد موش بندازه تو دی که من هم هستم انا شریف دیگه، یعنی میگن که در اینا که تیمشون نشستن دیدن که سرنگونی در واقع شروع شده، دقت میکنید، گفتن که با سرنگونی که چیزهاشون رو تندتر کردن و فلان، دقت بکنید. این مسئله مهمه برای ما ایرانی ها، خیلی مهمه که چگونه سرنگونی میخواهیم، آیا به وسیله مردم، مخصوصا سازمان یابی به اصطلاح توده مردم، یعنی خودشون سازمان بدن ها، دیگران نه که بیان مثلا به شیوه خانم رجوی و فلان، نه اینطوری نه، مردم خودشون از پایین سازمان بدن، همونهایی که سازمان بدن، همین کامیون رانانی که خودشون رو سازمان دادن و فلان، انصافا هم مثلا از تلگرام و فلان و بهمان هم استفاده کردن و اینا هم دست خارجی ها کمند دست در نکنه که اینا هم خیلی خوبه که مثلا مردم امکانات و ارتباطات اینترنت و فلان و ماهواره و فلان، هرچند که میدونی که ماهواره ها فلان برای چی هستش، ولی خب کمک میکنه. از این حد بیشتر نه نه، مردم بایستی همین امکان ارتباط یابی، سازمان یابی داشته باشن، خودشون از پایین خودشون رو سازمان بدن. توجه داشته باشید معلم ها رو داریم ما در ایران، توجه داشته باشیم ما کارگرانی رو داریم که مرتب اعتصاب میکنن و خودشون رو سازمان میدن. ایده سازمان یابی سراسری و مستقل از دولت و حتی احزاب سیاسی یه رویا نیست در ایران دیگه، حالا یک چیزیه که داره در شرف تکوینه، البته به آسانی با یه سود شدن اتفاق نمیفته. بنابراین که به نظر من اینها واقعیت هاییه که اتفاق میفته و اینها راه ها هستن، ما باید از این طریق ها حرکت بکنیم نه از طریق به اصلاح دیگران. در همین رابطه فکر میکنی یه مقداری نسیه نیست این قضیه؟ یعنی صحبت از این که هر نوع سرنگونی و هر نوع براندازی مناسب نیست و به نفع مردم ایران نیست، آیا اون حرکتی رو که الان در جریان هست به نوعی به اصطلاح کند نمی کنه اون حرکت سرنگونی رو؟ یعنی این که به مردم بگید که الان شرایط، مثلا اینطوری اگر بخوایم چیز بکنیم که الان شرایط سرنگونی رژیم فراهم نیست به این دلیل که شما سازماندهی ندارید، قدرت زیر کشیدن حاکمیت رو ندارید و اگر الان این اتفاق بیفته دیگران سوار میشند و غیره و ذاله، پس آیا معنای این در حقیقت بیان ناگفته این نیست که پس بگذریم از این ماجرا به نوعی؟ ببینید دو چرا متوجهم که چی میگید، ببینید که دو گروه هستن که به طور شاخص میگن مردم حالا نمیتونن،
یکی اصلاح طلب هستن، یا نه تشدد هست، فلان هست، فلان. دلیلش هم روشنه دیگه، اصلاح طالبان حکومتی یا بیرون حکومت، فلان. نمیشه سوریه ای، میشه فلان و بهمان. دلیلش هم روشنه دیگه، واقع بچی هست. شما اینو نمیگین الان، شما صحبت از آمریکا و عراق و نمیدونم آمریکا. اینه که مردم ایران همین الان، ما یه چیزی رو که میگیم خیلی روشنه، اون عبارت از اینه که وقتش سرنگونی، مردم میتونن و همین الان هم شروع کردن مثلا. نه اینکه ما میگیم شروع بکنید، ما چی هستیم که بگیم شروع بکنید؟ مردم شروع کردن، از پایین برخواسته و قدم به قدم جلو میرن. دو اینا منظورم این نیست که تدریجی فلان به ما، یعنی انقلاب این طوریه دیگه، انقلاب با سود زدن که نمیشه، ولی مردم جنبش معطوف به سرنگونی شروع شده و رژیم رو کلافه کرده. با من میبینید یه حالا حتی ولایی ها میگن اوضاع بحرانیه، نمیدن وضعیت خرابه، نمیدن فلان. شما خودتون هم اشاره میکردید دیگه، بعضی هاشون میگن اصلا دیگه نجات یافتنی نیست و فلان و برمان دیگه. از طرف دیگه یه عده هم میگن که مردم نمیتونن، باید دیگران بیان. ما با اونا هم مخالف هستیم، یعنی هم اصلاح طلبا هم اونهایی که میگن که نمیشه، دقت میکنی از بیرون باید بیان و فلان، هر دو تاشون خطرناک هستن. چه چیزی هستش که مردم، ما نمیگیم که حالا آماده نیست، ما میگیم تصادفا آمادگی رو روز به روز مشهودتر میبینیم در مردم. یعنی مثلا وقتی میگیم که سازمان یابی سراسری کارگران و مردم، زحمت کشان، زنان، فلان، بهمان، دیگه رویا نیست بلکه در شرف تکوین هستش، چه چیزی داریم میگیم؟ ما مدت هاست راهکارگر چه چیزهایی رو میگه دیگه. من راهکارگر میگم، فقط هم راهکارگر نمیشه که، راهکارگر چی هستش؟ دکونه نیست که برای دیگه. خیلی هستن در اینا متوجه چنین چیزی شدن و میگن دارن در جریان تکریم پیدا میکنه. جسارتی که حالا در داخل ایران انصافا ما نشستیم در ناف اروپا صحبت میکنیم در ساحل عافیت دیگه، ولی در اون شب هول و وحشتی که به قول حافظ شب حائل و موجی چنین سنگین و فلان و بهمان، اونها اونجا نشستن میبینید چقدر جسورانه صحبت میکنن، چقدر جسورانه عمل میکنن. اون دختران جوان رو ببینید که چه کارها کردن، یا کارگرانمون رو ببینید که چطور کردن، یا مثلا همین خوزستان ما رو ببینید که مثلا برادران خواهران خوزستانیمون چه کارها کردن، الاتش میگفتند و اینا به مسلسل بستند و فلان، ولی آرام گرفت، نه آرام نگرفت، شهرهای دیگه به حمایت از خرمشهر بلند شد و اینا. مردم میتونن و میکنن همین الان. ما میگیم ما وقتشه فقط اینو که سازمان یابی کنید، به کسی اعتماد نکنید، از جمله به که مثلا به راهکارگر فلان، که نه که راهکارگر رهبری فلان، رهبری فلان از پایین باید بیرون بیاد. ببینید ما میلیون ها دانشجوی دانشگاه دیده یا در حال حاضر دانشجو داریم، اینا تشکل های مستقلی رو شروع کردن، سازمان دادن. ببینید که اینا باکتری های انقلابن. همیشه دقت کنید در ایران دانشجوها، مخصوصا دانشجوهایی که مستقل عمل میکنند و فلان، معمولا جای احزاب سیاسی رو داشتند. این نسل جوان برخواسته با سینه سپر کرده در مقابل این رژیم جهنمی، این داره میگه که من میکنم این کار رو، رهبران از خارج نخواهند اومد و نبایدم بیان. حالا پیرمردها و موسفیدها، ریسفیدها و جیسفیدها و فلان و اینا، حالا رفتن، اگر هم از بسلا کمکی از دستشون اومد حتما باید بکنن، ولی مزاحم بسلا اونهایی که مخصوصا از در ایران هستن، ایران با یک ملت 80 میلیونی، تحصیل کردگان زیادی داره، تجربیات زیادی داره. توجه داشته باشید که در سال مثلا 56 وقتی حرکت شروع شد، تقریبا سازمان یابی جنبش های مطالباتی مستقل از پایین و فلان و ما خیلی ضعیف بود، حالا خیلی پیشرفته هست. همه اینها رو اگه نظر کنید، جنبش سرنگونی هست اصلا در ایران. به نظر ما راه اینه و حرکت هایی نباید کرد اینو ضعیف بکنه. اون چیزی که ما میگیم عبارت از اینه که یا این مثلا آیا این حرف هایی که جولیانی در همین به اصطلاح برکه گیری های رجوی و فلان و اینها در پاریس کرد، دیدید که چه حرف وحشتناک. گوها اینها فکر نکنید خود به خودی بودن، اینها رو ما و دوستانمون در آلبانی فلان، منظورش مثلا شاید مجاهدین فلان بودی، اونجا آلبانی اونجا بردن
بعد داری میکنند و فلان اینا. اونا ما سامن ارواح منت اصلا، یعنی شما میکنید ما در ایران خبر نداریم اینا اصلا. میدین منتها چه کار میکنه؟ دست خامنه ای، روحانی، نمیدونم لاریجانی، فلان، بهمان، اون چیزهای شکندگران و هولناکی میشه که هر کسی رو که بگیرم میگین آه دیدید که خود جولیانی هم گفت که ما خودمون سازمان دادیم. صحبت بر سینه. یا تحریم ها، تحریم که بکنید که چی بشاخه؟ تحریم که میکنید اگه میخواید به مردم ایران کمک کنید، مردم ایران چون اصلا اون ترامپی، نتانیاهوی، فلانی، بهمان، مگه ما نگفت که تروریست نیشن؟ مگه نگفت به مردم ایران؟ مگه همین ترامپ بوده دیگه، همین ترامپ بوده. ما ملت 80 میلیونی ایران تروریست هستن. تروریست ها اونهایی هستن که شما از بایشون اسلحه میفروشید. و تازه ملت سعودی هم، ملت سعودی هم که اسم بدیه برایتی. ما ایران میگیم مثل که آدم بگی که ملت مثلا پهلوی، مثلا ملت مثلا فلان، اصلا کشوریه که اسمش رو اسامه بن لادن یه کار خیلی خوبی چه کرد در مورد سعودی، خدا لعنت کنه به اسامه بن لادن، جنایتکار بود. ولی یه چیز میگفت سرزمین محمد، به خاطر اینکه اسم سعودی رو برداره، چون تنها کشوری که دو تا کشور هستن در جهان که کشور به نام خاندان سلطنتیه، یکی المملکت عربیت سعودیه است، یکی المملکت الهاشمیت الاردنیه. به عزت دقت بکنید در ایران اصلا چنین چیزهای 100 سال پیش از زمان مظفرالدین شاه فلان برچیده شده و اینها. اینها ماجرا اینه که تروریست ها از اونجا هستن یا از اینجا. مردم ایران چه تروریست هستن؟ رژیم تروریستی کرده، همیشه هم میکنه. بیش از همه هم تروریست های رژیم مردم ایران رو کشتن یا ایرانی ها رو کشتن تا دیگران. ولی چطوری شده که ما ضد ترور هستیم؟ نتانیاهو یه چیزهایی که میگه، مثلا دعوا جمهوری اسلامی دعوا داری، حالا مردم ایران رو میخواهید فدا کنید؟ تحریم اقتصادی، تحریم اقتصادی قبل از هر چیز. ببینید از 59 میلیون جمعیت قطعی شهری در ایران 19 میلیون نفرش حاشیه نشین است. اینشو بکنید، همین با گران شدن ارز و فلان و بهمان رو همین ها رو دمید، از این فراتر الان برید، آیا وضعیت این 19 میلیون رو چطور میکنه؟ از این 19 میلیون دقت بکنید. پرانتز اگه باز کنم، همین مسئله کمک نمیکنه به جنبش سرنگونی؟ یعنی به خرابتر شدن وضعیت اقتصاد باعث گسترش نارضایتی از رژیمی که به هر حال این رو فکر می‌کنم شما هم توافق داریم روش که مشکل اصلی و در حقیقت عامل اصلی مشکلات کشور و مردم ایران جمهوری اسلامی است، چه در رابطه با اقتصاد، چه در رابطه با سیاست خارجی و اون ماجراجویی های نظامیش این برانور یا ماجراجویی های اتمی و غیر و ذالک. اونها اون سیاست هایی است که ما رو به اینجا رسونده. اگر تحریم های اقتصادی این روند رو به اصطلاح سرعت بده چه اشکالی داره؟ ماجرا اینه که اینم یه بحث نظری نیست، یه بحث تجربیه دیگه. در مثلا چند دهه گذشته بارها ما تحریم ها داشتیم. یکی از شدیدترین تحریم ها از سال 91 بود تا سال 2003 دیگه در عراق. چی شد؟ تحریک کرد، تشویق کرد، برانداخت. تا به حال آیا تحریم باعث شده که تحریم یک کشور باعث شده که رژیم سرنگون بشه؟ نه. یعنی بحث نظری نیست، تجربه. در ایران دلیل نداره وقتی رژیم صدام با اون وضعیت و فلان و اینها در واقع دوام آورد، در واقع حتی خود آمریکایی‌ها شدن که نفت در مقابل به اصطلاح غذا فلان بهمان و اینا درست کردن. نفت در مقابل غذا چه شد؟ صدام خیلی ها رو در واقع از جمله مثلا همین چیز میگفت که این آقای مستاقی یه بار از کسی دیگه نقل میکرد و فلان که رجوی و اینها در واقع که در اونجا بودن از اینها امتیاز گرفتن که نفت در مقابل غذا نفت ببرن بفروشند و به اصطلاح چیز بشه دیگه، در نفت عرار و قاچاقی بفروشند. جمهوری اسلامی همه این کارا رو خواهد کرد و اینها، و عوضش چه شد؟ چه خواهد شد؟ مردمی که در پایین هستن چه خواهند شد؟ وضعشون خرابتر خواهد شد. یا آیا مثلا ببینید در ایران حدود 33 میلیون نفر زیر خط فقر هستن و میگن بیش از 6 میلیون نفر در حد گرسنگی هستن. خب اینها وضعشون چطوری میشه؟ بدترین حالت رو در نظر نگیریم، حالا برای آنکه چه تخفیف بدیم،
همین الان جمهوری اسلامی بیاد نمیدونم روغن به اصطلاح مایه نمیدونم روغن به اصطلاح غذا و نمیدونم تخم مرغ و نان و فلان و برنج رو اینا تقسیم کنه، آیا بسیج و نهاد و سپاه و فلان بر مردم، مردمی که در واقع شورش میکنند و فلان و بهمان مسلط تر میشه یا نمیشه؟ و نان در به اصطلاح نفت در مقابل غذا رژیم صدام تقسیم میکرد دیگه، اینجا هم سپاه و جهاد و نهاد تقسیم خواهند کرد دیگه. وقتی مثلا مردم در خوزستان شورش میکنن در خرمشهر، آیا ممکن نیست که مثلا فلان محله رو که شما فلان شب اومده بودید علتش میگفتید مثلا این هفته به شما چیزی نمیدیم ندارم ساکتتر نکنم؟ خیلی چیزهای ملموس، یعنی اینا بحثهای نظری نیستن، تجربی هم جاهای دیگه دیده ایم اینا رو. من را اینه که خیلی روشن حالا اینا رو میتونه بستاشه. یک مورد وجود نداره. من یادمه که ما یه صحبتی میکردیم در رابطه با وضعیت ایران و اینها با یکی از مارکسیست‌های انگلیس و رفیق یاسمین میزر بود، من بودم و مایک مکنر که استاد دانشگاه، استاد حقوق دانشگاه آکسفورد، اون آدم مارکسیست واقعا دانشمند اینا. من اونجا گفتم که جز تجربه آفریقای جنوبی ما موردی نداریم که تحریم ها اثر کرده باشه. اون اونجا در صحبت های من مخالفت کرد، بعدن هم به من گفت که اگه لازم داشته باشیم من مدارک زیادی دارم که حتی در آفریقای جنوبی به مردم ضربه زد اون تحریم ها. دقت کنید، من چون یه نفر رو میگه با اسم و رسم و فلان، حتی میشه از خود رفیق مایک مکنر تقا خواهش کرد که بیاد با شما صحبت بکنید، فاش من تقاضا میکنم مثلا بیاید باهاش صحبت کنید، مثلا توضیح بده برام. یعنی مثلا چیز مطالعه شده، یه عالم کار شده روی اینها، لازم نیست بحث نظری کنیم میشه یا نمیشه، نشده اصلا. مردم وضعیت مردم رو خرابتر میکنه آخه. به این خاطر پس بنابراین که مردم ما پس رژیم پس مقصر فلان، مسلمه که اساس مشکلات ما همین خود رژیمه. یک روز هم عمرش بیشتر بشه وضع مردم بدتر خواهد شد. منتها دیگران خواهش میکنه، میگن که عزرائیل میگفتن که بچه تقسیم میکنه، یه چی گفت که بچه ما، بچه شما رو نخواستیم، با بچه های ما کاری نداریم. آیه ترام، آیه نتانیاهو، آیه بعد پادوها شد. خواهش میکنه ما شما بچشید کنار، مردم ایران توانایی رو دارن، خودشون میکنن، دارن میکنن اصلا. در این فرصت کوتاهی که مونده فکر کنم 3-4 دقیقه دیگه، حداکثر 5 دقیقه دیگه داریم تا آخر برنامه، صحبت از سرنگونی کردیم و اینکه جنبش سرنگونی، جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز شده و ما هم از نیروهای این جنبش هستیم. چه نوع سرنگونی رو به طور خلاصه در پایان قضیه دنبالش هستیم و به اصطلاح مبلغشیم؟ ویژگی های اون جنبش سرنگونی که سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر براش کار میکنه چیست؟ یه مقدار ویژگی هاشو برای ما توضیح بدید. یکی سلسله از اون فرمایشاته، یک کسی اگر قانونمندی های مبارزات رو بدونه، شکل مبارزه، این حرف من نیست یا آدمی مثلا مارس گفته، فلان گفته، لرین گفته مثلا، مثلا این شکل مبارزه رو مردم در میارن. دقت کنید، مردم میدید که وقتی حرکت توده ای میشه، لرین یه جمله داره خیلی کشنده، یه تکرار کنید، نبوغ خلاق توده ها. بیدید که بعضی شعارها مردم میدن که اصلا همه جیج میشن، هیچ روشن فکری دانشمندی فلان شعار رو ابدا نمی کنه. میدونی که یه مکتب رومانتیک بود در آلمان، اونا معتقد بودن حتی کلیساهای گوتیک فلان در واقع نبوغ توده‌ای پایین است، مردم برخواستن فلان، اون رومانتیسم و فلان و اینا. واقعیت اینه که من نمیخوام اون مکتب رومانتیک رو با اون غیرتش فلان بگم، با اون خیلی هاش نظراتش مخالفه، ولی واقعیت اینه که حرکت از پایین، از میان مردم در حوزه های اصلا قطعا از اونجا بلند میشه. فکر میکنید یه دفعه هزاران کامپیوتر در آن واحد کار میکنن، کله های مردم هستن، هر رو دارن، اونا فکر میکنن، مثلا نیازها رو میفهمن، وضعیت رو بهتر از دانشمندان و فلانی که از عالم ناسوت و لاهوت و فلان و بهمان صحبت میکنن میفهمن دیگه. بنابراین اینه که قانونمندی داره. ماجرا اینه که نمیشه گفت که مسالمت آمیز باید باشه، مسلحانه نباید باشه. نه، مسالمت آمیز یا مسلحانه در یه جاهایی لازم هست، در یه جاهایی ضروری است اصلا،
در یه جاهایی ضربه میزنه. معیار عبارت از اینه که اینو ما نمیتونیم چی بکنیم، قانونمندی اشکال مبارزه رو از متن جنبش بیرون میاد. منتها یک چیزی وجود داره که بایستی طبیعیه که مردم باید طوری باشه، معیار باید این باشه که چه شکلی در چه زمانی در چه مکانی اولا به دوام جنبش توده‌ای کمک میکنه و به گسترش دامنه جنبش کمک میکنه. این دوام و دامنه جنبش خیلی مهمه. اولا دوام میاره، خفه نمیشه. دوم این که دامنه پیدا میکنه، یعنی مردم وسیع‌تری میان در جنبش. این یه معیاره. اشکال چیز رو بایستی با اینها سنجید و داوری کرد و اینا با تجربه. نکته دوم اینه که آیا به سازمانیابی مردم لطمه میزنه یا نمیزنه، مجال میده یا نمیده. من به نظر من اینها رو داشته باشیم. اینا در واقع نظر راهکارگر، مانیفست راهکارگر، نمیدونم از کله ایران، اینا نیست. اینا چیزهای شناخته شده ای هستن که مطالعات شده در به اصطلاح جنبش های مختلف، جنبش های توده ای، از بسیج مردم فلان، هزاران کتاب نوشته شده. مطالعه بکنید میبینید دیگه، همه جا هست. در ایران هم الحمدلله ما اونقدر جوانان و پیران دانا داریم که همه ایشون میتونن چطوری بکنن. تجربیات این منفی و مثبت متقابل رو داریم. بنابراین که اینطوری باید باشه، معیار این باید باشه که چه چیزی به دوام و دامنه جنبش اعتراضی و معطوف به سرنگونی رژیم به اصطلاح مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی کمک میکنه، بیشتر شکل اون شکل مبارزه رو در بشه. با توجه به اینها مثلا وقتی که حرکت های دی ماه شروع شد، ما توصیه مونی با توجه به این نکات برای که دوام و دامنه جنبش به اصطلاح تضمین بشه، از حرکت های خشن اجتناب بکنید حتی مقدور. توصیه ایمون این بود، نه که در اینجا و اونجا، به طور کلی ممکنه در یه شهر خلاف این درست باشه، درست عکسش مثلا کمک بکنه و اینا. و نکته دومی که سازمان یابی توده‌ای مردم رو، مستقل مردم رو بتونه اصلاح کمک بکنه، اینها خیلی مهم هست. بله، بعد از این فرمول اصلاح یک معجزه آسایی نه وجود داره، نه لااقل در چند عراق یا چیزی وجود داره. سپاسگزارم رفیق محمد رضا شاهبانی. متاسفانه وقتمون به پایان رسید، اما این بحث رو باید حتما ادامه بدیم و امیدوارم که بتونیم باز دوباره در خدمتتون باشیم. حتما زنده باشید رفیق دارش عزیز، موفق باشید. از بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر هم تشکر میکنیم. تا برنامه بعدی که دوباره در خدمت شما خواهیم بود.